تحولات قیام مردم اوکراین، ایستادگی قیام کنندگان برای تغییرات بنیادین، محاکمه دیکتاتور و مسئولان کشتار، یولیا تیموشنکو خطاب به قیام کنندگان: تا وقتی کار را تمام نکردید میدان را ترک نکنید. وحشت دیکتاتوری آخوندی از تحولات اوکراین و سرنگونی دیکتاتور. این سناریویی است که برای ما نیز خواب دیده بودند. در اوکراین همچنان تحولات علیه نظام دیکتاتوری سرنگون شده ادامه دارد و قیام کنندگان می گویند تا حصول تغییرات بنیادین میدان را ترک نمی کنند و خواستار محاکمه قاتلان مردم و دیکتاتور فراری هستند. به گزارش خبرگزاری ها، شنبه شب یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین بلافاصله بعد از آزادی از زندان برای تجلیل از شهیدان اقدام کرد و به رغم بیماری با صندلی چرخدار در میدان استقلال حاضر شد و در سخنرانی خود برای 50,000 تن از تظاهر کنندگان قیام کنندگان را به خاطر پایداریشان در مقابل سرکوب و دیکتاتوری قهرمان خواند و آنها را بهترین سرمایه های کشورش برای ساختن اوکراین نامید. وی اظهار داشت: تا وقتی کار را تمام نکردید میدان را ترک نکنید. ما این قده سرطانی را باید از ریشه برکنیم. همه چیز باید در اوکراین جدید شود. ایده های شما و میهن پرستی و اخلاقیات و شرف شما تضمین اوکراین جدید خواهد بود. به کسی جز شما نباید اعتماد کرد. تضمین همه چیز اوکراین شما خواهید بود. ما باید دموکراسی را برپا کنیم. او گفت یانوکوویچ باید به میدان استقلال بیاید و با معترضان روبرو شود. وی از مردم خواست تا زمانی که دولت و کابینه مورد اعتماد آنها شکل نگرفته صحنه را ترک نکنند. به گزارش رسانه های خبری، الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان اوکراین از سوی پارلمان این کشور به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد. پارلمان اوکراین قبلا با رأی قاطع خود ویکتور یانوکوویچ را از سمت ریاست جمهوری برکنار کرده بود و 25 ماه می را موعد برگزاری انتخابات زودرس اعلام کرد. رئیس دولت موقت و رئیس جدید پارلمان اوکراین روز شنبه گفتند پلیس مرزی اوکراین ویکتور یانوکوویچ را از پرواز به روسیه منع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر تورچینوف گفت ویکتور یانوکوویچ تلاش کرد با گرفتن هواپیمایی به روسیه برود ولی از انجام این کار توسط پلیس مرزی منع شد. وی در حال حاضر در جایی در منطقه دونسک مخفی شده است. او قیام مردم اوکراین را کودتا خواند و گفت آنچه مجلس تصویب کرده غیر قانونی است. در همین حال هزاران اوکراینی روز شنبه برای نخستین بار از ویلای مجلل ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین دیدار کردند. این ویلا به مساحت 140 هکتار است و دارای زمین گلف، بخش جنگلی و خانه‌های تابستانی است. مجموع وسایل موجود در این ویلا از علاقه وافر یانوکوویچ به اشیای لوکس حکایت دارد. پارکینگ آن نیز مجموعه از خودروهای لوکس و گران قیمت را در خود جای داده است. یکی از بازدید کنندگان گفت نمیتوانم باور کنم ما مردم اینجا جمع شویم. این واقعا یک پیروزی است. آزادی تیموشنکو و فرار رئیس جمهور اوکراین با استقبال جهانی مواجه شد. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای از آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین استقبال کرد. در این بیانیه آمده است تحولات اوکراین میتواند به اصلاح قانون اساسی و تشکیل یک دولت ائتلافی در این کشور کمک کند. آمریکا بر حمایت از یک اوکراین متحد و دموکراتیک تاکید کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت اصلاح قانون اساسی و تشکیل یک دولت فراگیر شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد را فراهم خواهد کرد.
اما روسیه که از رئیس جمهور برکنار شده اوکراین حمایت می کند، از تحولات این کشور ابراز نارضایتی کرد. در همین رابطه تلویزیون CNN در گزارشی از قیام در اوکراین گفت اوضاع اوکراین ضربه بسیار بزرگی علیه پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تمام موقعیتی را که او از برگزاری المپیک زمستانی به دست آورده بود برباد داد. منتقدان پوتین گفتند اوکراین مهمترین جمهوری تحت نفوذ پوتین در شرق روسیه بود و حمایت پوتین از یک دیکتاتور به اعتبار او ضربه سنگینی وارد کرد. در همین حال وحشت دیکتاتوری آخوندی از قیام مردم اوکراین و سرنگونی دیکتاتور این کشور در مجلس ارتجاع برملا شد. یک عضو مجلس آخوندی روز یکشنبه در جلسه مجلس رژیم با یادآوری قیام مردم ایران در سال 88 گفت امید است اتفاقات اخیر در کشور اوکراین ساده اندیشانی که فتنه 88 را فقط یک حادثه می دانستند به خود آورد. حوادث این کشور نمایش سناریویی است که برای کشور ما نیز در خواب دیده بودند. شرط عقل و تدبیر آن است که از این گونه حوادث به خود آییم و مسائل را آنچنان که است تحلیل نماییم تا مبادا در گرداب توطئه‌های دشمنان متشکریم.